اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم و على آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن على اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا. توفیقی شد این ایام در کنار حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بحث تفسیر آیات نورانی سوره انبیا رو محضر شما بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز تقدیم می کردیم. خب امسال برنامه ها متفاوت شد به خاطر این بیماری که پیش آمد، جمعیت رو ما نداریم، اما برنامه حرم به صورت زنده محضر شما عزیزان تقدیم میشه. بحث ما رسید به داستان حضرت ابراهیم. سوره انبیا داستان 16 پیامبر رو داره که یکی از اونها حضرت ابراهیم علیه السلام. ایشون وقتی به سه شیوه راجع به توحید برخورد کرد با مشرکین، استدلال کرد، توبیخ کرد، حتی کار فیزیکی انجام داد، یعنی بت‌ها رو شکست، هم استدلال کرد هم توبیخ کرد، افن لکم و لما تعبدون، و هم بت‌های اونها رو شکست. اینها رجعوا الی انفسهم، رفتن سراغ وجدانشون، دیدن ابراهیم راست میگه، حرف غیر منطقی نمیزنه، مطابق فطرت، حرفی است که بالاخره عقل میپذیره. و این سنگ و چوب که نمیتونه خدا باشه، بتی که همه بت‌ها رو شکستند هیچ عکس العملی نشان نداده نسبت به بت‌های دیگه، و وقت میخواد نسبت به مردم نقشی داشته باشه. اینها فهمیدن اشتباه کردن. قرآن میفرماید انکم فقالوا انکم انتم الظالمون، خودشون اعتراف کردن به این که اشتباه کردن، ستم کردن. اما عزیزان من، میدونید متاسفانه زور با منطق نمیسازه، تعصب و لجاجت استدلال رو از انسان میگیره. بحث امروز من آیه 68 و 69 سوره انبیاست که قرآن میفرماید به جای این که برگردن توبه کنن، قالو حرقوه، گفتن ابراهیمو آتیش بزنید. حالا تبعیدم نه، زندانم نه، اعدامم نه، بدترین نوع کشتن، حرقو. چی شد؟ اینها که رجعوا الی انفسهم، برگشتن به خودشون، فقالوا انکم انتم الظالمون، اعتراف کردن به این که اشتباه کردن. این میرساند وقتی انسان نفسش بر عقلش غلبه کنه نتیجه عکس میگیره. وقتی انسان تعصب و لجاجت توی زندگیش بیاد نتیجه غلط میگیره. با اینکه فهمیدن حق با ابراهیمه، بت‌های اینا کاری ازشون نمیاد، به جای اینکه بگن خب ایمان آوردیم، گفتن ابراهیم آتش بزنید. البته این سخن سرانشون بود، رهبرانشون بود، اونایی که تأثیر گذارند. برای اینکه یک
کار عاطفی هم کرده باشن، به تعبیر امروزیش یک جو تبلیغاتی هم رو انداخته باشن، گفتن ونصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین. بابا بتا رو یاری کنید اگه میخواید، شما اگر قدرت دارید دفاع کنید از بت‌ها، دارن به بت‌های شما توهین میکنند. خب این فرمان صادر شد، نمرودم به هر حال رئیس اینهاست، اعلام کرد که حضرت ابراهیم باید سوزانده بشه. من یه چند تا نکته است اینجا عرض میکنم. نکته اول، البته اینا تو آیات قرآن نیست، اینا تو روایات، دارد 40 روز هیزم جمع کردند، اونقدر چوب و هیزم جمع شد که دیگه نمرود که میخواست تماشا کنه مجبور شد از یک راه بالاتری نگاه کنه. خب حرارت این همه آتش هم زیاده. 40 روز حتی نذر کردن بعضیا که مریض داشتن گرفتار بودن، برای سوزاندن حضرت ابراهیم هیزم نذر کردن. ببینید وقتی که حق از مسیرش منحرف بشه اینطور میشه که ولی خدا میان آتش سوزانده میشه، اونم به قصد پیش خودشون تقرب به بت‌هاشون، با قصد خیر به نظر خودشون، به قصد یاری کردن خدایانشون. در روایت دارد که سوزاندن حضرت ابراهیم روز جمعه اتفاق افتاد. روایت است که فرمود روز جمعه، یوم الجمعه، یوم قال الله یا نار و کونی بردن و سلام. خب اونقدر آتش و حرارت زیاد بود که نشد یک کسی ابراهیم رو ببره میان آتش. امام صادق فرمود اولین بار منجنیق، یعنی وسیله پرتاب سنگ، اولین باری که منجنیق به کار برده شد اینجا بود. منجنیقی ساختن، ابراهیم رو در اون گذاشتن پرتاب کنن میان آتش. اونم چه آتش، آتش انبوه، آتش فراوان، شعله میکشید، زبانه میکشید. اینا که عرض میکنم گفتم تو روایات. در نقل دارد خداوند یک پیراهنی از بهشت برای حضرت ابراهیم فرستاد و ابراهیم پوشید که این پیراهن بعداً به دست یعقوب افتاد و حضرت یوسف، و این همون پیراهنی است که حضرت یعقوب به چشم گذاشت و چشماش بینا شد، فرتد بصیرا. این پیراهن جزو مواریث حضرت ابراهیمه که در اختیار انبیاء بعد از او هم قرار گرفت. باز در یه نقل دیگری دارد که وقتی ابراهیم رو بر منجنیق سوار کردن آماده پرتاب روی آتش، جبرئیل آمد سل حاجتک، بالاخره بگو چه کار از من برمیاد، نجاتت بدم. حضرت ابراهیم گفت اما الیک فلا، من با تو کاری ندارم، خدا داره میبینه، خودشم منو به مأموریت فرستاده، خودشم قول داده از مؤمنین، از انبیا حمایت کنه، انا لننصر رسولنا. ولذا در این وضعیت حضرت ابراهیم علیه السلام که جوانم بود، نوشتن این اتفاق در فاصله 16 تا 26 سال در جوانی حضرت ابراهیم اتفاق افتاد، آماده پرتاب به میان آتش شد. بد نیست بدانید تو روایت داریم دعایی که حضرت ابراهیم میخوند چی بود. این دعا رو عرض میکنم بینندگان عزیز یاد بگیریم، برای اینکه از آتش نفس، از آتش دنیا، از حوادث مسون بمانیم، توحید در ما قوی بشه. تو روایت دارد حضرت ابراهیم این دعا رو میخوند: یا احد و یا صمد، یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد توکلت علی الله. خب بخش اولش همون سوره توحیده دیگه، قل هو الله احد الله الصمد. یا احد و یا صمد، یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد توکلت علی الله. او رو پرتاب کردند میان
آتش. قرآن در سوره انبیا آیه 69 می‌فرماید قلنا، ما گفتیم. البته این ما میگیم امر تکوینی خداست، یعنی قرار دادیم، جعلنا آتش قرار دادیم، یا نار و خونی بردن و سلامن علی ابراهیم، آتش بر ابراهیم سرد شو و سلام، و الا سردی بشه که یخ بزنم فایده نداره. عزیزان بیننده، روایت داریم تا 3 روز که حضرت ابراهیم در این آتش بود، این آتش هیچ حرارتی نداشت. حتی متن روایت این است که میگوید که حتی ظرف آبی هم از اون داغ نمیشد. خداوند او را سرد قرار داد به گونه ای که حتی ظرف آبی هم، یعنی کاسه آب هم میذاشته، گرم نمیشد. و حضرت ابراهیم تو نقل دارد بعدها پرسیدن بهترین ایام عمرت کی بود، گفت تو همون آتش، اونقدر مطبوع بود هواش. معلومه دیگه، هوایی که خدا بگه سرد و سلام، بله، کجا خیلی به تو خوش گذشت. به قول خودمون خیلی هوا برات مطبوع بود، گفت توی اون 3 روزی که تو این آتش بودم. خب تصور اینها این بود که ابراهیم خاکستر شد، نابود شد، هیچی نمانده دیگه. این آتشی که زبانه میکشه اما حرارت نداره. بعد از 3 روز که شعله ها فرو نشست، نمرود نگاه کردید ابراهیم سالمه. حالا جالب، معجزات متعددی در اینجا هست. تو این 3 روز غذا هم که برای اون نبردن، اون انداختن بسوزه. تأمین غذایی بوده، تأمین آب بوده، گرسنه نشده. خود نمرود که در رأس مشرکان و کافرانه، تحت تأثیر قرار گرفت. تو روایت دارد که دید اگر ابراهیم بمانه، این معجزه تمام این مردم رو موحد میکنه، همه رو خداپرست میکنه. از اون طرف خودش هم یه مقداری این جو رو که دید، کار بشری نیست، آتش نسوزانده، لذا یه کمی کوتاه اومد، گفت تبعیدش کنید، زود از این سرزمین بیرونش کنید. لذا در اسرع وقت حضرت ابراهیم علیه السلام رو از اون شهر و منطقه بیرون کردند. من بد نیست این عبارت نمرود رو برای شما بخوانم. گفت ان بقی فی بلادکم، این جوان اگر تو کشور ما بمانه، افسد دینکم و اضر به آلهتکم، دین همه شما رو فاسد میکنه. دیگه بالاترین شکنجه‌ای که برای کشتن یک نفر میشه فرض کرد، آتی زدنه، سوزوندنه. نسوخت، دین شما رو لطمه میزنه و خدایان شما رو از شما میگیره. لذا امرهم ان ینفو ابراهیم من بلاده، امر کرد، گفت ابراهیم رو نفی بلدش کنید، تبعیدش کنید، از این شهر بره. که مثلا دیگه نگفت حالا سنگبارانش کنید، با شمشیر رو بکشید. به قول خودمون کوتاه اومد. این داستانی است که خدا بیان کرده و در آیه 70 می‌فرماید و ارادو بهی کیدا، اینها تصمیم گرفتن یک کید و مکری با ابراهیم بکنن، اما فجعلناهم الاخسرین، ما اینها رو ضرر و زیانکار و خاسر قرار دادیم. تا مدت‌ها این جریان بین مردم پیچیده بود و حتی افرادی هم ایمان می‌آوردن. بالاخره نمیشد، 2 تا اتفاق ابراهیم در زمانش افتاد که کافی بود یه دل خفته ای رو بیدار کنه، یه وجدانی رو بیدار کنه. اگر کسی مرگ، به قول قرآن مرگ روح نداشته باشه، انک لا تسمع الموتا، یکی این که بت‌ها رو شکست استدلال کرد، یکی هم این آتشی که اتفاق افتاد و سرد شد. خب من یه نکته اساسی رو خدمت بینندگان عزیز عرض کنم. عزیزان، اموری که خدا در عالم انجام میده گاهی از طریق سبب سازیه، یعنی میخواد
یه کسی رو حفظ کنه، با یه وسیله حفظ میکنه، کمک میکنه. مثلا پیغمبرش تو غار حراست، تو غار سوره، یه تار عنکبوت میخوره جلوش، این میشه سبب حفظ پیغمبر. مشرکین میان ببینن عجب، اگر پیغمبر وارد غار شده باشه که این تار باید باز شده باشه، بر میگردن. این میشود سبب سازی که امور عالم بیشترش اینطور پیش میره. خداوند یه پزشکی رو قرار میده، یا من اسمه دوا و ذکره شفا، وسیله میشه شما خوب بشی. خدا شفا داده ولی اون پزشک وسیله است. این تار عنکبوت اینجا سببه. گاهی توی عالم امور از طریق سبب سوزی انجام میشه. یعنی چی؟ یعنی خدای تبارک و تعالی از راه غیر طبیعی، غیر عادی، نمیگم غیر علت و معلول، نه، هیچ علتی، هیچ معلولی از علتش تخلف نمیکنه، اما به طور عادی و طبیعی یه چیزی نمیتونه واقع بشه، ولی خدا با امداد غیبی، با لطف و عنایت میاد اون سبب رو میگیره، وسیله رو میگیره و اسمشو میذاریم امداد غیبی. اینو میگن امداد غیبی، که آیات و روایات فراوانی دارد که من نمونه هایشو عرض میکنم. مثلا یک زن و مرد پیر در 80 سالگی 100 سالگی به طور طبیعی، یه زن 80 ساله و 100 ساله که بچه دار نمیشه، اما حضرت زکریا دعا میکنه حبلی ذریتا طیبه، خدا به او یحیی رو میده. این میشه سبب سوزی. همین حضرت ابراهیم در پیری از زن نازا، آقا زن هم پیر هم نازاست، خدا به او اسحاق رو میده، میشه سبب سوزی. مثالاشو دقت کنید چه نتیجه‌ای میخوام بگیرم. حضرت مریم خب به طور طبیعی باید مردی باشه، زنی باشه، همسری باشه، اما خداوند فرشته‌ای میفرسته به مریم، فرزندی میده به نام حضرت عیسی. اینا میشود در واقع نمونه ها. آقا با یک تیکه چوب دریا شکافته میشه، حضرت موسی عبور میکنه. و از این نمونه ها ما توی قرآن فراوان داریم. حضرت یوسف دارد که وقتی به شاه انداختن آرام جبرئیل رو زمین گذاشت. اینها نمونه های، یه پرنده های میفرسته سنگ ریزه میریزن روی لشکر ابراهیم با فیل و با اون تشکیلات، بابا یه سنگ ریز اینا رو از بین میبره. این اتفاقی که برای حضرت ابراهیم افتاد، خداوند حرارت رو از آتش گرفت، ولی آتش به طور طبیعی میسوزانه. لازمم نیست که تمام امور عالم اینطوری پیش بره. من اینو به شما عرض کنم، همه امور عالم قرار نیست اینطوری پیش بره، نه. حالا ما نسبت به ائمه علیهم السلام هم گاهی این توقع رو داریم، میخوایم همه مریضا پای پنجره پولاد شفا بگیرن، هرچی نابیناست، هرچی فلج، هرچی عقب افتاده ذهنی است مثلا. نه، قرار نیست این اتفاق تو عالم زیاد بیفته، نه، فقط خدا گاهی انجام میده بگه من این قدرت رو دارم، و الا روال آدم، روال عالم روال عادی است، روال طبیعی است، رو سبب سازیه. ولی خب یه وقت هم میبینه کنار حرم امام رضا یه فلجی بلند میشه راه میره، یعنی بدانید امام رضا این قدرت رو به اذن خدا داره. حالا اگر 10,000 تا فلج دیگه، مریض دیگه این اتفاق براشون نیفتاد، نباید اعتقاد شما سست بشه. یه خیاط یه لباس هم که بدوزه بهش میگن خیاط، لازم نیست برای همه مردم عالم لباس بدوزه. امام به اذن خدا شفا داده، به اذن این کرامت رو انجام داده. مگه چند بار دیگه تو عالم من از شما سوال میکنم این سرد شدن آتش چند بار تو عالم اتفاق افتاده؟ یه بار. چند بار شکافتن دریا اتفاق افتاده؟ یه بار برای حضرت موسی. چقدر چاقو تو عالم اتفاق افتاده که قدرت برشش گرفته بشه؟ یک بار برای حضرت ابراهیم که وقتی میخواست پسرش رو ذبح کنه، خدا برش رو از چاقو گرفت. حالا شما نگوید خب کربلا هم این اتفاق میافتاد، برش از شمشیر
شمر گرفته میشد، آتشی که خیمه های ابو عبدالله را هم باش آتش زدن سرد میشد. اولا که ما قرار نیست برای خدا تعیین تکلیف کنیم، خدا علیم حکیم قادر عالم رو اداره میکنه. همین مثالی که من عرض کردم، یه خیاط یه بارم یه کت و شلوار بدوزه بهش میگن خیاط، بلده، هنرشو داره. خدا میخواد بگه ما میتونیم از آتش حرارت رو بگیریم، اما نه از همه آتش ها تو عالم. الان شما خونت آتش بگیره میسوزی. خدا اینجا اراده کرد یا نار و کونی بردن و سلاما، ابراهیم رو حفظ کنه و به اونها بفهمونه که اینها قدرت دست کیه. خب این نکته ای که میخواستم اشاره کنم. تو جنگ های صدر اسلام هم زیاد پیش اومده این امدادهای غیبی. خدا میفرماید تو بدر ما 3000 فرشته فرستادیم، رعب تو دل کفار انداختیم، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. تو جنگ احزاب باد اومد، یه مرتبه 3 بار تو قرآن این آیه تکرار شده، جنودن لم تروها، یعنی ما لشکری فرستادیم که کسی نمیدید. ما 2 جور امداد داریم، امداد یعنی کمک رسانی، مدد رسانی. خدای تبارک و تعالی گاهی امداد طبیعی داره، شما کشت میکنی، آب میدی، رسیدگی میکنی، انشاءالله گندم میده، زارم شما نیستی، شما فقط کشت میکنی، خدا زارعه، خدا خودش میگه ما این کشت رو میاریم بالا. یه وقتم نه، حضرت مریم داره نماز میخونه تمام میشه، قضا کنارشه، انا لکه هازا، مائده اومده. پس خدا میتواند قضا هم به طور غیر طبیعی برای مریم قرار بده، اما یه مورد اتفاق افتاده، یا برای بنی اسرائیل اتفاق افتاده. اینطور نیست که حالا ما بریم یه گوشه بنشینیم بگیم ما قرآن میخونیم دعا میکنیم برای ما از آسمان قضا بیاد، میریم تو آتش میگیم یا نار و کونی بردن و سلام، آتش بر ما سرد بشه. نه عزیزان، خدا قدرت این امداد غیبی رو داره، در مواردی هم انجام داده که بشر بداند یه همچین قدرتی هست، و الا خودش تو قرآن میفرماید لیس للانسان الا ما سعا. اگه دشمن به شما حمله کرد قاتلو جاهدو. ببینید مثلا این همه خدا تو قرآن میگه به من قرض بدید، من ذل الذی یقرض الله، انفاق کنید. این همه میگه ینفقون انفقو. خب خدایی که تو برای مریم قضا میاری، یکی یک کیسه پولم تو خونه فقرا بذار. قرار نیست عالم اینطوری اداره بشه، قرار نیست. بله خدا توان داره، قرار شما به ثواب برسید، عالم رو روال عادیش پیش بره. لذا این نکته رو توجه کنید که لیس للانسان الا ما سعا. اومد خدمت امام صادق، کسی گفت آقا وقتی این آیه نازل شد زمان پیامبر که من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، بعضیا دنبال کار نرفتن. یه کسی اومد خدمت امام صادق، آقا من تو خانه می نشینم توکل میکنم بر خدا. آقا فهمیدن نه، مورچه این کارو نمیکنه، میره زمستان تابستان غذای زمستانش رو پیدا میکنه. اطلب من حیث امرک الله، خدا به پیغمبرش میفرماید نماز جمعه که تمام شد به مردم بگو برن دنبال کار. فاذا قضیت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. من بخش اول عرایزم که تقریبا وقتم هم خیلی نمانده تمام شد، فقط یه نکته بگم. سوال، میشه ما از امداد غیبی خدا بهره مند بشیم؟ بله میشه، میشه ما هم کارایی انجام بدیم که خدا از اون یا نار و کونی بردن و سلام، حالا نه در اون مرحله، اما گاهی از خزانه غیبش ما رو یاری کنیم. خودمونم کارمون رو انجام بدیم، ما تلاشمون رو انجام بدیم، اما یه مرتبه احساس کنیم یک شیوهی، یک روشی کارمون رو راه انداخته. من فهرستوار برای شما عرض میکنم. 1. ایمان. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. اگر کسی گفت خدا پاشم وایساد، تتنزل عليهم الملائكه، ملائکه نازل میشن میگن الله تخافوا ولا تحزنوا. پس راه این که فرشتگان
به قلب ما هم القا کنن آرامش رو، یکیش اینه بگیم خدا پاشم وایسیم. اولش راحته، خیلی ها میگن خدا پاش وای نمیستن. دو، صبر، تحمل. انتصبروا و تتقوا، قرآن میفرماید اگر صبور باشید و تقوا داشته باشید، گله نکنید، شکوه نکنید، بردبار باشید، یمددکم ربکم به خمسه آلاف من الملائکه، 5000 فرشته خدا میفرسته، بله کمک میکنه. کی تو صحرای تبس اون هلیکوپترهای امریکایی رو زمین انداخت؟ کی کمک کرد تو جنگ ما رو؟ خب اینا ما دیدیم این چیزها رو، این صحنه ها رو فراوان دیدیم. اینها شما تلاش بکنید. سوم، جهاد. الذين جاهدوا فينا، این خیلی مهمه، لنهدینهم سبلنا، شما تلاش بکن ما راهو به شما نشون میدیم. شما بیا جلو، تلاش کن، با خدا حرف بزن، زحمتتو بکش. و یکی هم استغفار، استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین. استغفارم موجب میشه یمددکم، خدا به شما یاری برسونه. پس امام حسین علیه السلام تو خونه ننشست بگه خدا خودش امداد غیبی کنه. امام حسین معجزه‌ام بلده، کرامتم بلده. از مدینه بیرون آمد، مکه رفت، کربلا اومد، بچه‌هاش هم داد، شش ماهش هم داد، زن و بچه‌ش هم اسیر شدن، بدنش هم پایمال سم اسبان شد. هیچ کدوم از این اتفاقایی هم که من گفتم آتش سرد بشه، برش از شمشیر گرفته بشه، نه، به طور طبیعی اتفاق پیش رفت. اما خدا چه کرد؟ زیر قبهش شفا قرار داد، زیر قبهش اجابت دعا قرار داد، در تربتش شفا قرار داد، در نسلش ائمه رو قرار داد، جهانی کرد امام حسین رو. ما تلاش بکنیم. آخه بعضی الان تو جامعه ما اینطورن، نشستن منتظر معجزن، زنگ میزن آجا یه ذکری به ما یاد بده که مثلا قرض ما ادا بشه. آقا قرض باید بری تلاش کنی، کوشش کنی، زحمت بکشی، مدیریت کنی. یا ازدواج بچه ما حل بشه، خب باید دختر شما، پسر شما بگردن، خواستگاری برن، معرفی بشن. ما به هیچ وجه، حدیث داریم، هیچ وجه شما نباید از تلاشتون باز بمانید. این صریح قرآنه، لیس للانسان الا ما سعا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیتو و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتک. السلام علی الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. حضرت ابراهیم چون خدا خودش به او فرموده بود فرزندتو ذبح کن، برش رو از اون چاقو گرفت. خدا که اجازه نمیده پدری پسرش رو ذبح کنه، و خدا فرمان بده به این کار، این روشنه. ولذا قبل از آنی که این کار رو انجام بده خیلی سختش بود. او که نمیدانست خدا برش رو از چاقو میگیره، واقعا چاقو رو گذاشت به گلوی فرزند، اما خدا برش رو گرفت، چاقو نبرید. ولی هم پدر هم پسر سختشون بود. این صحنه قتل جوان حضرت اسماعیل، میخوام عرض کنم یا ابا عبدالله، روز عاشورا فرزند شما نه یک شمشیر، نه یک چاقو، نه یک دشمن، عده‌ای جمع شدن، فقط تعوه به سیوفهم اربن اربا، یک چاقو بر گلوی اسماعیل بابا طاقت نیاورد. حالا شما ببینید یه پدری بیاد بالا سر فرزندی که هر قسمتی از بدنش شمشیر خورد، چه میگذره؟ نفرین کرد ابی عبدالله، نتونست بدن رو حمل کنه، خم شد، صورت رو گذاشت رو صورت علی. پسرم لقد استرحت من هم دنیا و غمها و بقی ابو که وحیدن فریدا. پسرم تو رفتی، پدرتو تنها گذاشتی، دوست و دشمن دارن تماشا میکنن، پدر با این پسر چه میکنه؟
یه وقت بلند شد گفت جوانها بیایید، بیایید یاری کنید، بیایید این جوان رو به خیمه ببرید. جوانها آمدند، بدن رو برداشتند. پدر هم پشت سر این بدن ای صدا میزنه ولدی یا علی، پسرم، نور چشمم، عزیزم، صلی الله علیک یا مظلوم، یا ابا عبدالله، یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه، بسمک الاعظم یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا الله. خدا یا به جوان ابی عبدالله قسمت میدم در ظهور آقامون تعجیل بفرما، به جوان ابی عبدالله قسمت میدم جوانهامون رو حفظ. خیلی مردم نگران جوانهاشونن، ایمانشون، نمازشون. خدایا به جوان ابی عبدالله قسمت میدم نسل ما رو صالح و سالم و متدین و اهل نماز قرار بده. همه بیماران، مخصوصا بیمارانی که بدحالن، این 2000-3000 مریضی که گفتن حالشون مساعد نیست، وخیمه در اثر این بیماری کرونا، خدایا سلامت و صحت بهشون عنایت بفرما. به کریمه اهل بیت فاطمه معصومه این بیماری رو از دنیا ریشه‌کن کن. خدایا به مقربان درگاهت قسمت میدم، اموات، گذشتگان، شهدا، امام عزیز روح مرحوم آیت الله امینی که این روزها از دنیا رفتند، همچنین شهدای سلامت، علمای مدفون در این حرم، روحشون از این جلسه بهره مند بگردان. کشور ما، رهبر عظیم و شأنمون، محافظت بنما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.